آرابیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه فوتبال دوستای دنیا به کانال خودتون خوش اومدین. مهمترین بازی دوره هشتم انجام شد. تو بازی که اصلا قشنگ نبود خروسا بردن. تو پنجمین مسابقه ای که از دوره هشتم نهایی یورو 2024 برگزار میشد، فرانسه و بلژیک بعد به اداره هم میرفتن. فرانسه ای که تو گروه خودش زیر اتریش دوم شد، از اون برم بلژیک زیر رومانی دوم شد و مجبور شدن به عنوان تیمای دوم به اداره هم برن و برن طرف سخت جدول و به نظر من بازی قشنگی هم با هم انجام ندادن. نه فرانسه جام جهانی 2022 که تا فینال رفت و به آرژانتین باخت، نه بلژیک 2018 که تونسته بود برزیل بزرگ رو حذف بکنه. و به نظر میاد که دوتا تیم خیلی بیحال بیرمق داریم میبینیم، ولی بعضی ها میگن که خب نه، بازی حرفه‌ای بوده و تونستن نظر فنی هم دیگر رو ببندن، که توی جریان مسابقه بیشتر بهش میرسیم. قبل از این مسابقه این دو تیم 75 بار به اداره هم رفته بودن، 26 بار فرانسه برده بود، 19 تا مساوی و بلژیک 30 بار برده بود. اما این در جریان باشین، بردای زیاد بلژیک مال اوایل مسابقاتشون، اون زمانی که تازه به قول فوتبال شروع کرده بودن، بلژیکی‌ها فرانسوی‌ها بهتر بودن. آخرین برد بلژیک توی بازی دوستانه بوده سال 2015 که 4-3 بردن و مدت هاست که نتونستن فرانسه رو ببرن. آخرین بازی دوستانه شون هم 2013 0-0 مساوی شده بود، آخرین مساوی که داشتن. و بردای فرانسه تو جام جهانی 2018 تونسته بودن یکیچ بلژیک رو ببرن که بعد به فینال رسیدن، و تو لیگ ملت‌های 2021 هم تونسته بودن 3-2 بلژیک رو ببرن. و خب یه مقدار کفه ترازو الانا برای فرانسه سنگین تره. از شما هم نظر سنجی کرده بودم، گفته بودم فکر میکنین چه تیم مرحله بعدی میره، که 77% رای به فرانسه داده بودن و 23% هم به بلژیک. خود منم تو ویدیویی که برای یک هشتم نهایی ساخته بودم گفته بودم که فرانسه بلژیکو میبره، که خب دیدیمم برد. تقریبا همه پیشبینی‌هایی که کردیم دونه دونه داره درست سر میاد و همون ترکیبی که دلمون میخواد تو مرحله یک چهارم داره چیده میشه. فرانسه چجوری به اینجا رسیده بود؟ فرانسه تو بازی اول با یک گل به خودی ووبر یکیچ اتریشو برد، تو بازی دوم با هلند 0-0 کرد، تو بازی سوم با پنالتی امباپه جلو افتاد و با پنالتی لواندوفسکی مساوی کرد و امروز هم با یه گل به خودی برده. یعنی چی؟ یعنی فرانسه تو چهار بازی که توی مسابقات انجام داده، دو تا گلاش گل به خودی بوده، یکیش هم پنالتی. یعنی در جریان مسابقه خودشون برن توپو بکنن تو گل، همچین چیزی وجود نداشته. و این برای فرانسه که یادمونه تو جام جهانی گذشته در فینال 3 تا گل خوشگل به آرژانتین زد، واقعا بعید بوده این نمایش بسیار ضعیف با همون کادر و همون تیم یه مقداری به نظر عجیب میان. تازه با تجربه تر شدن و انتظارم ازشون بیشتره. از اون طرف بلژیک اصلا جام ملت‌های خوبی رو شروع نکرد. اونا تو روز اول یکیچ به اسلوواکی باختن با تک گل شرانز، که اسلوواکی یادتون باشه بازی دیشب داشت انگلیس هم حذف میکرد، تو دقیقه 95 با تک گل شرانز جلو بودن از انگلیس، و دقیقه 95 با سوپر شوت و بهتر بگیم برگردون استثنایی جود بلینگام انگلستان به بازی برگشت و با گل هری کین هم بازی رو برد. وگرنه اسلوواکی همون کاری که با بلژیک کرده بود و داشت با انگلستان هم انجام میداد. تو بازی دوم بهترین بازی بلژیک توی این جامو دیدیم، که 2-0 رومانی رو بردن با گل‌های تیلمانس و دیبروینه. و یه نکته جالب توجه اینه الان فرانسه و بلژیک به اداره هم رفتن که دومای این دوتا گروه بودن، و الان سرگروه این گروه بلژیک رومانی باشه و سوم گروه فرانسه که هلند باشن قراره به دیداره هم برن. به نظر من هلند به راحتی میتونه رومانی رو ببره، به خاطر اینکه این بلژیک کمجون تونسته بود به راحتی رومانی رو ببره، و هلند هم مقابل فرانسه واقعا خوب بازی کرده، شانس داشت که فرانسه رو ببره. من خودم فکر میکنم هلند قطعا رومانی رو میتونه حذف کنه، که اگر این اتفاق بیفته از اون گروهی که همه تیم‌ها 4 امتیازی بودن و 3 تاشون صعود کردن، هر 3 تاشون حذف میشن، که میتونه نکته جالب توجهی باشه. تو بازی سومش بلژیک 0-0 با اوکراین مساوی کرد و دوم شد، که به نظر خیلی خیلی کار غیر منطقی کردن. اگر بلژیک فشار می آورد و اوکراین رو می برد، سرگروه می شد، به طرف ساده تر جدول می رفت و می تونست به راحتی، نه
ولی یه مقدار ساده تر از این وضعیتی که توش گرفتار شده بود خودشو به فینال برسونه. اما خیلی شل گرفتن، با اوکراین مساوی کردن، دوم گروه شدن و خوردن به فرانسه و حالا حذف شدن. بازی تو ورزشگاه دوسلدورف آرنا برگزار میشد و دو تیم با این ترکیبا به ایداره هم رفتن. دیدیه دشان با سیستم 4-3-1-2 تیمشو چیده بود مقابل بلژیک. توی دروازه مانیان که دروازه‌بان آسه میلان، سمت راست ژول کونده بارسلونه، اوپامکانو بایر مونیخ و سالیبای آرسنال، دوتا دفاع وسطان که خوب بودن. فقط یه جاهای بینشون میشه فضاهایی رو ایجاد کرد و موقعیت ایجاد کرد که ببینیم تو بازی بعدی مقابل احتمالاً پرتغال و شاید در نیمه نهایی آلمانیا یا اسپانیا میتونن از این فضاهای بین این دوتا استفاده کنن یا نه. چپ تئو هرناندز آسه میلان بازی میکرد، یکی از بهترین بازیکنهای زمین بود و اصلا اجازه نفوذ به بلژیکیا نداد. جلوتر انگولو کانته التادو داشتیم که اصلا کاملا تو تیم ملی فرانسه انگار زنده شده. انگولو کانته توی التاد انقدری که داره توی تیم ملی فرانسه خوب بازی میکنه بازی نمیکنه. کنال شوامنی رئال مادرید و رابیو یوونتوس هم سه تا هافبکی هستن که کنار همدیگه اون کمربند میانی فرانسه رو تشکیل میدن. جلوتر گریزمان اتلتیکو مادرید، تورام اینتر و کلیان امباپه رئال مادرید رو داریم که امباپه با این ماسکی که به صورتش زده یه مقداری میترسه بازی کنه و کاملا معلومه که حواسش جمعه که اتفاقی براش نیفته و کاملا کیفیتش اومده پایین تر. از اون طرف دومینیکو تدسکو تیمشو 4-3-3 چیده بود. البته به نظر من همچین 4-3-3 نبودن، چهارتا اون ستایی که جلو بودن اون ستای جلوتر معمولا میومدن عقبتر و یه جوره 4-5-1 بازی میکردن، چون ما خیلی اوقات لوکاکو رو تنها روی نوک حمله میدیدیم. توی ترکیبشون کاستیلز از القادسیه عربستان توی دروازه بود، سمت راست کاستانیه فولام، فاس و فرتونگن از لستر و اندرلخت دفاع وسطا بودن که تک گل بازی هم گل به خودی فرتونگن بود که من خیلی این گل به خودی‌ها رو قبول ندارم. وقتی خب پاس ارزی داده میشه مدافع سعی میکنه توپو قطع کنه، به پاش میخوره و وارد دروازه میشه، بعد میگن گل به خودی بوده. به نظر من واقعا همچین چیزی گل به خودی نیست که بگیم مثلا وای مدافع چه اشتباهی کرد. سمت چپم تئاتر رنس بازی میکنه، جلوتر جرمی دوکو سیتی که انتظارات ازش خیلی زیادتر بود توی مسابقات و اصلا چیز خاصی ازش ندیدیم. کوین دی بروینه سیتی هم که به نظر میاد پا به سن گذاشته و دیگه قراره کم کم خدافیزی چون فوتبال ببینیم و جالبه که الان یه تونی کروس آلمان داره که احتمالا دوره آخر بازیشه، لوکا مودریچ هم که توی کرواسی دیگه آخره بازیشه و دیگه شاید فوتبالشو نبینیم توی تیم ملی، و به نظر میاد دی بروینه هم همین شرایطو توی تیم ملی بلژیک داره. خیلی از هافبک‌های بزرگ دنیا پا به سن گذاشتن و دیگه دارن فوتبال خارج میشن. اونانای اورتون و کاراسکوی از شباب عربستان هم بقیه هافبک‌ها بودن و جلوتر اوپندای لایپزیگ و لوکاکو روم بازی میکردن که ترکیب بدی نبود، اما هممون میدونیم که لوکاکو یه گل نزن قهاره و بازم نشون داد که تو این بازی نمیتونه گل بزنه. برای بلژیک به نظر من یه فاجعه است این تیم با این بازی که نتونست به فرانسه گل بزنه، توی 4 مسابقه فقط تو یه مسابقه تونسته گل بزنه، یکیش به اسلوواکی باخته، یکیش به فرانسه باخته، با اوکراین هم 0-0 کرده. فاجعه است برای تیمی که سوم رنکینگ دنیاست و نمیتونه حتی یه گل تو مسابقه بزنه و واقعا به نظر من بعد به رنکینگ فیفا شک کرد. الان رنکینگ فیفا رو نگاه میکنیم، آرژانتین اوله که خب تو کوپا آمریکا هم که دارم ویدیوهاشو براتون میسازم نتایج بسیار خوبی گرفته و با 3 برد صدرنشینه، هیچ گلی نخورده، 5 زده هیچی نخورده و یه تیم نسبتاً کاملی که داره نتایج خیلی عالی پیش میبره. ولی رنک 2 دنیا فرانسه است، رنک 3 بلژیکه و این بازی که امروز میدیدیم توی رنکینگ فیفا دوم و سوم بودن، ولی یه بازی بسیار کم موقعیت و کم کیفیت دیدیم که اصلاً انتظاراتو برآورده نکرد. رنگ 4 جهان برزیله، برزیلی که مقابل پاراگوئه فوق‌العاده بود و یه بازی چشم نواز از خودش به معرض نمایش گذاشت و همه لذت می‌بردن بازی برزیل رو ببینن. و بعدش رو رنگ 5 باز انگلیس رو داریم که افتضاح، خیلی زشت بازی میکنه و یه جورایی خوش شانس بود که از اسلوواکی رد شد. رنگ 6 پرتغاله که بازیش با اسلوونی رو ببینیم، مقابل گرجستان خوب نبودن ولی قطعا تیم اصلی مقابل اسلوونی بازی میکنه که اگر ببرن به همین فرانسه میرسن. و هلند 7 و اسپانیا 8. یه چیز جالب در مورد تیم ملی فرانسه اینه، تیم ملی فرانسه الان با رنگ 3 بازی کرده، اگر پرتغال بازیشو ببره باید با رنگ 6 بیاد بازی
یک چهارم رو بازی کنه و اگر ببره احتمالاً با اسپانیای رنک 8 بعد نیمه نهایی رو بازی کنه. تو دور مقدماتی هم با هلند رنک 7 بازی کرده، شاید فینال هم با انگلستان رنک 5 بازی کنه. یعنی اینجوری با تمام تیمای زیر 10 رنکینگ بازی کرده تا بتونه خودشو قهرمان کنه، به غیر از اونایی که توی آمریکای جنوبی هستن، که این میتونه یه شاهکار باشه اگر بتونه فرانسه اینجوری خودشو به قهرمانی برسونه. ولی میگم تیمایی که تو رنکینگ الان بالا هستن علل خصوص توی اروپا واقعا فوتبال جذابی بازی نمیکنن و فقط یه جوری نتیجه رو برای خودشون در میارن. تنها صحنه مسابقه دقیقه 85 بود، حرکت فرانسوی از سمت راست و پاسی که انگولو کانته داد به کولومانی، که کولومانی برگشت و یه ضربه زد که بین را به فرتونگن خورد و تغییر جهت داد و وارد دروازه کاستیل شد، که این کولومانی تنها تعویض فرانسه توی مسابقه بود. دقیقه 62 مارکوس تورام بیرون اومد و کولومانی که پاریس سن ژرمن بازی میکنه جاش اومد و همین بازیکن هم باعث شد که فرانسه به اولین گل و تنها گل مسابقه برسه. و اینکه فرانسه بتونه اینجوری اینقدر مویی ببره خیلی چیز واقعا جذابی نبود. ما انتظارمون از این تیما خیلی خیلی بیشتر و الان که تو کوپا آمریکا داریم دورای بالاتر رو میبینیم و تیما با هم هماهنگتر میشن، بازیاشون جذابتر و پرگلتر داره میشه، ولی توی اروپا هرچی جلوتر میریم بازی ها داره به هم نزدیکتر و کم گلتر میشه. حالا که فرانسه این بازی رو برده، باید با برنده پرتغال و اسلوونی یک چهارم رو بازی کنه که به احتمال خیلی خیلی زیاد پرتغاله، و اون وقت فرانسه و پرتغال برندهشون تو نیمه نهایی میخوره به برنده آلمان و اسپانیا. آلمان و اسپانیا تا الان بهترین تیم های مسابقات بودن، که باز به نظر من اسپانیا سطحش از آلمان هم بالاتر بوده، و اگر فرانسه بتونه پرتغال رو ببره، برنده اسپانیا و آلمان هم ببره، هر چقدر زشت بازی کنه ولی بتونه تیمای بزرگو ببره، بالاخره هنر کرده و میتونه خودشو به فینال برسونه. اون طرف جدول هم که دیشب دیدیم انگلستان تونست به سختی از پس اسلوواکی بر بیاد، بعد به اداره سوئیس بره. سوئیسی که با یه بازی بسیار بسیار منظم مثل یه ساعت کار کردن و ایتالیا رو حذف کردن، توی یک چهارم نهایی بعد به اداره انگلیس برن، شاید بتونن انگلستان رو هم حذف بکنن و خودشونو به نیمه نهایی برسونن. اونا توی بازی اونا برندهشون برنده انگلیس و سوئیس بعد با برنده رومانی، هلند، اتریش، ترکیه بازی کنه که بازی قراره فردا برگزار بشه. خود من به شدت منتظر بازی اتریش و ترکیه هم هستم، مطمئنم یه بازی پرگل و جذاب و دیدنی میشه. دو تا تیم که خیلی دونده و رونده هستن و موقعیت هم زیاد ایجاد میکنن و حسابی هم برای کشورشون میدونن تا نتیجه بگیرن، و منتظر بازی خوشگل باید باشیم. اما انتظاراتی که از بازی فرانسه و بلژیک داشتیم اصلا برآورده نشد.